ایجاد یک فابریک جدید ذوب‌آهن در کابل. سرپرست وزارت صنعت و تجارت در گشایش این فابریکه میگوید تا زمانی که انقلاب صنعتی در کشور به وجود نیاید افغانستان به خودکفایی نخواهد رسید. تا وقتی که تجارای خود ما در تحرک نبیایند، تا وقتی که انقلاب صنعتی نبیاید، تا وقتی که انقلاب داخلی تجارتی نبیاید، تا وقتی که انقلاب معدن ما و شما آغاز نکنیم و اون به کمک کمپانی های داخلی ما و شما، خدا درشای هیچ وقت سر پای خود استاد نمیشیم. آقای عزیزی میگوید که امارت اسلامی هم تمرکز بیشتر روی صنایع داخلی دارد و از سرمایه گذاران در داخل کشور حمایت جدی میکند. ما در پهلوی انقلاب صنعتی چین هستیم، در پهلوی انقلاب صنعتی ایران هستیم، در پهلوی انقلاب صنعتی 200 ساله و 300 ساله پاکستان هستیم، ولیکن الحمدلله ما برای سکتور خصوصی خود احسان خداوند همی است که باور داریم. مقابله با چین کدام میتونیم، مقابله با ایران کدام میتونیم، مقابله الحمدلله با پاکستان و با هر جای دیگه کدام میتونیم. مسئولان در وزارت اقتصاد نیز میگویند که کشور به سوی تحولات مثبت اقتصادی در حرکت است و این وزارت هم از سرمایه گذاری های خصوصی حمایت میکند و کشور خود را از هر نظر، از نظر سیاسی، اقتصادی، تجاری و صنعتی به خودکفایی برسانیم. باور ما است که ما میتونیم و این ظرفیت داریم که افغانستان را به یک مرحله برسانیم که به عنوان یک کشور مترقی، متعالی، انکشاف یافته، توسعه یافته در سطح منطقه و در سطح نظام بین الملل تبارز بکنه. اتاق صنایع و معادن میگوید که هرگاه از تولیدات داخلی و صنعتگران حمایت بیشتر شود، سرمایه گذاری در کشور افزایش خواهد یافت. در رشد، توسعه، خودکفایی، صنعتکار انشالله، اما امت والایی که صنعتکار داره، باز هم سنگردار اقتصادی افغانستان آذر به سرمایه گذاری است، آذر به توسعه هست. میتونیم که انشالله افغانستان را به یک خودکفایی برسانیم. زه د افغانستان په خلکو غږ کوم، د افغانستان په امارت اسلامی غږ کوم، په خپلو سوداګرو غږ کوم. لکه څنګه چې زموږ وظیفه ده او رئیس صاحب نماینده د نور مستندرد ویلي، موږ باید د افغانستان خلکو ته باکیفیته، صحي او ارزانه مال ورکو. در حال حاضر حدود 40 فابریکه در بخش ذوب‌آهن در کشور فعالیت دارد. سکتور فولاد در افغانستان اولین سکتور است که مواد خام خود از داخل کشور تهیه میکنه و این مواد خام با گذشت روز داره به اتمام میرسه و ما نیاز داریم که یک بار دیگر داغمجات دولتی آغاز شود و تا صنایع فولاد بتانه بر علاوه از نیازمندی های داخل مارکت افغانستان مرفوع بسازه، بتانیم که ما به صادرات اقدام بکنیم. با این همه فابریک ذوب‌آهن که امروز افتتاح شد با سرمایه گذاری 10 میلیون دلار ساخته شده است و برای 700 تن زمینه کار را نیز فراهم ساخته است.